سر سلیمانی وقتی که اومد و فرمانده نهوض شد، اهتمام اصلی اولش گذاشت روی لبنان. بسیار وقت میگذاشت برای لبنان. یک فیزیک عجیبی هم داشت ایشون. اولا که بسیار کم خواب بود، کم استراحت میکرد و ساعت بیداریش خیلی زیاد بود. راه برد صدر سلیمانی این بود که ما 8 سال جنگ تحمیلی رو صدام به ما تحمیل کرد و خسارت های زیاد، شهید های زیاد. ما دیگه نباید اجازه بدیم یک شخصیت دشمن با ایران حاکم بشه بر عراق، حتی اگر آمریکایی‌ها پشت سرش باشه. از همراهی شما با مجله تصویری نگار سپاسگزارم. اینجا در استودیو همچنان میزبان جناب آقای دکتر مسعود اسداللهی هستیم، از یاران و همراهان قدیمی شهید سردار حاج قاسم سلیمانی. آقای دکتر اسداللهی، شما بعد از اون حادثه، پس از ترور شهید سلیمانی، صحبت نکردید با رسانه‌ای، مصاحبه رو نپذیرفتید؟ بله، من با اینکه خب خیلی تقاضا بود و خیلی دوستان لطف داشتن، جاهای مختلف تماس می‌گرفتن، ولی واقعا مطلب دلایلی ترجیح دادم که صحبت نکنم. الان هم دیگه تقریبا در سالگرد ایشون و این احساس کردم که اون دینی که برگردم هست رو ادا کنم. حالا دلایلی داره که خیلی علاقه ندارم در مورد دلایلش صحبت کنم، ولی اولین جایی که پذیرفتم که صحبت کنم این برنامه و متولیان این برنامه. به هر حال متشکریم از شما که دعوت ما رو قبول کردید. حاج قاسم، چه کرد آقای دکتر اسداللهی که به چنین جایگاهی در نگاه رهبر انقلاب رسید؟ ببینید، صدر سلیمانی یک شخصیت با ابعاد مختلف داشت. فقط حالا ما بیشتر داریم به ابعاد نظامی و نهضتیش اشاره میکنیم، ولی ایشون واقعا ابعاد وجودی بسیار گسترده تر این داشت. یعنی نقشی که یعنی برای دیپلماسی قائل بود. ایشون خودش یه دیپلمات بسیار قوی بود و من چیزایی از ایشون شنیدم در کارهای دیپلماسی که کار کرده بود و نقش در بحران‌های مختلف نشون میداد که هم شناخت قوی داره نسبت به دیپلماسی و هم به موقعش از این دیپلماسی بهره برداری میکنه. از این مسئله که ازشون شنیدین میشه چند تا مصداق لطفا بفهمید؟ بله، ببینید، یکی از مواردی که خیلی برای من جالب بود از شخص ایشون شنیدم، حالا نمیدونم اگر قطعا برای دیگران هم شاید تعریف کرده باشن، در بحث افغانستان بود. موقعی که طالبان سرنگون شد، خب یک کنفرانسی در بن تشکیل شد در آلمان، آمریکایی‌ها ادارش میکردن که نظام سیاسی جدید بعد از طالبان رو شکل بدن در افغانستان و به خودشون که خب چه کسی رئیس جمهور بشه، رئیس جمهوری که در واقع این توی نظام حالا ریاستی یا نیمه ریاستی اختیارات فوق‌العاده داشته باشه. همونطور که تو عراق میخواستن آدم خودشون رو بیارن، اونجا هم میخواستن همین کار رو بکنن. خب صدا گفت که کنفرانس تشکیل شده بود در بن، در هتلی در بن، و آمریکایی‌ها می‌خواستن، یعنی طرف مقابل گروه‌های جهادی افغانستان بودن، گروه‌هایی که در هم جنگ با شوروی نقش مهم داشتن. بله، چون طالبان می‌دونه که در زمان چیزش وجود نداشت، بعد از اون به وجود اومد. خب این کنفرانس به بنبست خورد، چون آمریکایی‌ها طرف خودشونو داشتن و آدم خودشون می‌خواستن بیاد، این گروه‌ها نمی‌پذیرفتن و در واقع میشه گفت شکست خورده بود. صدانه نکته ای رو گفتن برای من، خیلی برای من جالب بود. صدانه نگرانی داشتن، چون یکی دو ماه بود طالبان سرنگون شده بود، هنوز احتمال بازگشتش وجود داشت. سردار گفتن که من تماس گرفتم از تهران با هتلی که هیئت گروه جهادی بودن و گفتن با تلفن عادی هم تماس گرفتم، با تلفن بقول اطلاعاتی تلفن کشف. بله، امن نبود که بله. کشف که گفت چون میدونستم آمریکایی‌ها شنود میکردن، میخواستم این حرفی رو که من به این گروه ها میزنم آمریکایی‌ها بشنون. این حرف چی بود؟ ایشون گفت من میخواستم با آمریکایی‌ها بفهمونم که اگر میخواهید تو افغانستان، ما تعیین کننده ایم. اگر میخواهید از بنبست خارج بشید، ما میتونیم این کارو بکنیم، شما نمیتونید. شما درست رفتید طالبان سرنگون کردید. اینی که میگفت که من
به اون گروه گفتم که تر آمریکایی رو بپذیرید. و گفت میدونستم آمریکایی اینو شنیده. و عمدن هم گفتم که میدونستم تلفن شروع میشه. خب خیلی عجیب آدم این سر و سلیمانه، خیلی از دوستداران سر و سلیمانه شاید هستید نه حرف من تعجب کنن، نه اینو به خاطر ششبون آمریکایی نکرد. درایت سر و سلیمانه، اولا میخواست مطمئن بشه که طالبان اون زمان بر نمیگرده، چون همین کارش باعث شد طالبان یک فرصتی پیدا کنه عملکرد خودش رو نقد کنه. یعنی این دور شدن کامل از قدرت که بعد تثبیت شد و بعدن بسیاری از اشتباهات خودش رو پذیرفت، از جمله شهادت دیپلمات‌های ما در مزار شریف رو. البته گفتم که اینا کار یک بخشی از طالبان بوده که به دستور یک دولت خارجی این کار کردن و فرماندهی طالبان این کار نکرده، حالا توجیه بوده درست بوده. در صورت یک نوع عذرخواهی رسم. الان این طالبانی که شما می‌بینید اون طالبان قدیم نیست. خب نکته مهمتر از این، خب آمریکایی می‌خواستن یک فردی به نام آقای کرزایی بشه رئیس جمهور، آدم خودشون هم. ولی سردار سلیمانی با این کاری که کرد، آقای کرزایی تبدیل شد یک از دوستان صمیمی جمهوری اسلامی و بسیار نزدیک با سردار سلیمانی، به نحوی که بعد در پایان دوره ریاست جمهوریش دیگه آمریکایی نمی‌خواستن این آقا بمونه. ببینید افق دید سردار سلیمانی، یعنی اون نکته‌ای که آقا فرمودن نرمش قهرمانانه، یکی از مصادیق مهمش اینجا اتفاق افتاد و از این چیزها خیلی زیاد بود. یعنی سردار در چون میدونست که هر کشوری شرایط خاص خودش رو داره، در عراق هم مثلا در یک شرایطی میدونست که مثلا بالاخره آمریکایی تو عراق هم. و شما نمیتونید که به هر نحوی مثلا توی مخصوصا تو بحث بعد از نوری مالکی به خاطر شرایط سختی که توی عراق اتفاق افتاد که حالا این خودش جای بحث داره، یک چیز شد که شما باید بین بد و بدتر یکی انتخاب میکردی، که در اون موقع آقای حیدر العبادی گزینه 100% مناسبی نبود، اما نسبت به کسایی که دیگه مخصوصا مطرح بودن بهتر بود. خب اینجا هم دوباره سردار سلیمانی پذیرفت متعجب. و ولی در مقابل امتیازات بزرگی گرفت که شاید در اون زمانی که میگیم از حلقوم آمریکا خارج کرد، یکی بحث ها تو همین مقاطع اتفاق افتاد. ببین آمریکایی‌ها می‌خواستن هشت شعبی رو غیر قانونی بگن یه نیروی موقت، با شکست داعش هم تموم شد. شکست داعش که اتفاق افتاد زمان حیدر العبادی که موصل فتح شد، ولی با اگر هشت شعبی نبود اصلا موصل فتح نمی‌شد. آمریکایی‌ها راه افتادن که آقا خب دیگه تموم شد دیگه، داعش شکست خورد، هشت شعبی هم منحل. کار بزرگی که سردار سلیمانی کرد این بود که بسیج کرد عراقی‌ها رو، که در پارلمان وجود هشت شعبی رو به عنوان یک نیروی رسمی نظامی بخشی از نیروهای مسلح عراق بله. اینه که خب این توانایی‌هایی که سردار سلیمانی داشتن علاوه بر بحث‌های اجتماعی، بحث‌های سیاسی، بحث‌های فرهنگی و ذوب در ولایتشون، من بارها ازشون شنیدم که میگفتن که من در بعضی مسائل یه دیدگاه خاصی داشتم، بعد دیدگاه مقام معظم رهبری چیز دیگه بود، با جان و دل رفتم اونو انجام دادم با اینکه خودم یه چیز دیگه فکر میکردم، اما بعدن دیدم نظر مقام معظم رهبری درست بوده. خب خیلی برای فردی که در این مرتبه بله. از فرماندهی هست، بنابراین این جایگاه به قول معروف اتفاقی نبوده. خیلی سپاسگزارم. دوستان بیننده، این بخش از گفتگوی ما با آقای دکتر اسداللهی رو شنیدید. خواهش میکنم یه برنامه که کوتاه ببینید، باز خواهیم گشت به استدیو برای اینکه گفتگو رو ادامه بدیم. شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست داد.
رسیدم، من بردم. رستگار شدم، رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم. شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست داد. متشکرم آقای دکتر. در مورد تأثیر حاج قاسم بر روی اول اذهان لبنانی ها و بعد شیوه هاشون و بعد توانشون صحبت کردیم. در مورد فلسطینی ها چگونه بود ماجرا؟ حاج قاسم سلیمانی چطور دست فلسطینی ها رو پر کرد؟ ببینید، تا قبل از سردار سلیمانی یک تقسیم کاری وجود داشت که در اون زمان حزب الله در واقع با سپاه کار میکرد، حماس با وزارت خارجه و جهاد اسلامی با وزارت اطلاعات. خب این در واقع یک نوع تشتتی تو صحنه فلسطین ایجاد کرده بود، سه ارگان مختلف که اصلا کارشون هم شبیه هم تقریبا، حالا وزارت خارجه که معنی اصلا کار دیپلماتیک میکرد. حالا خب در یک زمان خود وزارت خارجه اومد بیان کرد که آقا نمیتونه حماس رو به این معنا مدیریت کنه، چون بالاخره یک ارگانی است که با روابط رسمی سر کار داره. بعد حماس هم اومد زیر نظر سردار سلیمانی، مونده بود جهاد اسلامی. خب این هم در یک پروسه منتقل شد، از چون نظر حزب الله هم همین بود که یک جهت واحدی، یک طرف واحدی تو ایران باید این سه در واقع این گروه مقاومت رو که دوتاش فلسطینی هستن رو در واقع باهاشون کار بکنه. به خاطر اینکه اونها هم اون طرف ایرانی رو طرف هماهنگ کننده میدیدند، یعنی انتظار داشتند که بیشترین هماهنگی از طرف اون صورت بگیره و اون نمیتونست بیش از یکی باشه. بله، یکی این که خود تشتت، یعنی تنوع مصادر این مشکل ایجاد میکنه، متوجهی؟ ولی از بحث توانایی که سردار سلیمانی از خودش نشون داد باعث شد که در نهایت جهاد اسلامی هم زیر نظر ایشون قرار بگیره و همین یک نقطه عطفی در تاریخ فلسطین در حمایت از جنبش‌های فلسطینی ایجاد کرد که ایشون چون به طور هماهنگ میتونست این صحنه رو اداره کنه، دید بسیار بازی داشت و اینکه از همه جهت اینها رو حمایت کنه، نه فقط بحث سلاح. اولا بحث این که تقویت مفهوم در واقع محور مقاومت، ما قبل از اون اصطلاح اصلا وجود نداشت که مقاومت میتونه یک محور باشه به صورت پراکنده، هر کسی داشت مقاومت میکرد بدون اینکه حالا هماهنگی سازماندهی شده ای بجنش وجود داشته باشه. نکته ای که ایشون در اون موفق شد که این محور ایجاد کنه، نوع تعاملش با این گروه ها بود که سردار سلیمانی به اینها به عنوان همپیمان نگاه میکرد، نه گروه هایی که تحت فرمانشن. این تو جهان عرب شناخته شده نیست. در جهان عرب وقتی که یک کشوری داره از یک گروهی حمایت میکنه، به عنوان بیشتر مزدور به اینا نگاه میکنن و علتی هم که هیچ وقت به نتیجه نمیرسن همینه. الان شما تو صحنه یمن رو میبینید، آقای منصور هادی که عربستانی ها به عنوان رئیس جمهور قانونی میشناسنش تو یمن، الان تقریبا زندانی است در ریاض روی هتل و اوامر عربستانی انجام میده، اطاعت میکنه. اما در تعامل سردار سلیمانی با فرماندهان حماس مثل آقای خالد مشعل، دیگران، با جهاد اسلامی، آنچنان به اینا احترام میگذاشت، حتی در جاهایی که دیدگاه ها متفاوت بود اینها آزادی عمل داشتن، میدیدن که از حمایت ایران برخوردارن ولی تصمیم گیری با خودشون. این باعث شد که یواش یواش این محور شکل بگیره. این نکته ایست که خیلی باش توجه نداشتن. مثلا ببینید در بحران سوریه، وقتی که بحران شروع شد، ما دیدیم که حماسی ها بر اثر یک تحلیلی که دید ما تحلیل اشتباهی بود از سوریه خارج شدن و حتی علیه نظام سوریه مظاهره کردن. البته نه همه حماس، ما اصطلاحی که هست میگن حماس خارج، یعنی خارج از فلسطین، که آقای خالد مشعل و اونها کسایی بود که اون موقع دفتر سیاسی حماس دستشون. این با همه فکر میکردن چون حماس از سوریه خارج شده رابطه ایران با حماس قطع خواهد شد، به خصوص که آقای خالد مشعل هم موضع گیری کرد علیه نظام سوریه. اما با تعجب دیدن که همچین چیزی نیست. ایران و شخص سردار سلیمانی هدف اصلیش بحث مبارزه علیه رژیم صهیونیستی بود. این رو در واقع تحمل کرد، این باید بگذاریم که این حماس خودش به این نتیجه برسه که اشتباه کرده، ما نباید ارتباط قطع کنیم.
اونا هم متوجه شدن که با اینها به عنوان مزدور تعامل نمیشه، به عنوان کسی که دستور میدهیم بس شما باید عمل کنید، نه. و جالب اینجاست که این مفهوم هنوز که هنوز تو جان عرب جان افتاده، یعنی براشون قابل هضم و درک نیست بین تحلیلگرای سیاسیشون، چون چنین رفتاری اصلا تو جان عرب وجود نداره. خب این باعث شد که یواش یواش فلسطینی ها، حتی گروه های غیر اسلامگرای فلسطینی، گروه های یعنی سرسلمان یک اصل داشته بود که هر گروهی که با رژیم صهیونیست، هر گروه فلسطینی که با رژیم صهیونیست مبارزه کنه ما ازش حمایت میکنیم. ما اصل مقاومت علیه رژیم صهیونیست برامون مهمه، اسلامگراست، چپگراست، ملیگرای عربه، هر چی میخواد باشه، این اصل رو رد کنه ما ازش حمایت میکنیم، حمایت میکنیم به عنوان همپیمان. بله، برای همپیمان. بله. و خب البته حالا بستگی به توان اون گروه هم داره که چقدر بتونه از این حمایت بهره برداری کنه، چون گروه ها توانشون در داخل متفاوته داخل فلسطین. ولی این واقعا یک نقطه عطفی بود، چون کشور عربی قبلا هر کدومشون یه گروه رو میکشه طرف خودش، تبدیل میکرد به بله. مزدور خودش، و این یکی از بدترین ضربایی بود که آرمان فلسطین زده شد. بله. سر سلیمانی اومد یک روش جدیدی رو ابداع کرد که اونم از شخصیت خودش شکل میگرفت که آقا احترام میذاره، نه فقط هم به فلسطینیا، با تمام رهبران، مثلا با احمد شاه مسعود، خب رفتار و دوستی صمیمانه که با این فرد برقرار کرد باعث شد احمد شاه مسعود تغییر رفتار بده ایشون، و به جایی رسید که ایشون روابط بسیار خوبی با شیعیان افغانستان پیدا کرد و بسیار نزدیک شد به جمهوری اسلامی، و یه علت هم که به شهادت رسوندنش همین بود، چون اومد و خب خود سردار سلیمانی یک بار میگفت که من اینقدر رابطه دوستانه با این داشتم، و این ثابت دوستیش هم صادقانه بود، نه برای تاکتیک، نه واقعا صادقانه با همه دوستی میکرد با این رهبر مقاومت، گفت دعوتش کردم بردمش شهرستان خودم راور، بردم تو روستای پدریم و اونجا توی باغ‌ها و اینها، یعنی رابطه‌ای که با رهبران مقاومت داشت رابطه‌ای فراتر از یک رابطه تشریفاتی و پروتکلی و رسمی مقاومتی بود، با اینها آنچنان عیاق میشد، با اونا صمیمی میشد، دوست میشد، به جایی رسید که ما دیدیم که آقای هنیه در مراسم تشییعشون در نماز جمعه تهران قبل از خطبه تعبیری رو به کار برد که برای یک گروه اسلامگرای سنی خیلی تعبیر عجیبی بود. ایشون سه بار تکرار کرد که شهید سلیمانی شهید القدس، سه بار هم گفت شهید القدس، شهید القدس، شهید القدس. چرا سه بار تکرار کرد؟ برای اینکه دیگران نگن آقا این اگه یک بار میگفتن هول شده، هیجانی شده، احساساتی شده، اینو سه بار تکرار کرد که بگه من دارم با درایت کامل. خب برای اونایی که با جوی که توی جهان اهل سنت متاسفانه عربستان درست کرده به عنوان شیعه سنی فتنه شو، اعتراف یکی از محبوب ترین و قوی ترین گروه های اسلامگرای اهل سنت به عنوان جنبش حماس که یک رهبر شیعه رو، یک فرمانده شیعه رو اونان شهید و قدس معرفی کنه، این خیلی اتفاق مهمی هست که ما شاید خیلی راحت ازش گذشتیم. خب اینها نشون میده که نوع رابطه و پرداختن به فلسطین ایشون یه دروازه‌های جدیدی رو باز کرد. حالا تو بحث‌های نظامیش، بحث سلاح، اصلا اون اعترافی که خود اسرائیلی الان دارن میکنن که الان غزه دژ تسخیر ناپذیر شده، نه تنها دژ تسخیر ناپذیر بلکه تهدیدی شده علیه ارتش اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی، و خب این قبلا نبود، قبلا اصلا هم چیزی وجود نداشت. حالا چجوری این کارو کرد؟ اون بحثیه که اونا بعد 30 سال 50 سال دیگه شاید باید به اون پرداخت، ولی این اتفاقی است که افتاده، این اتفاقی است افتاده در زمانی که تمام رژیم‌های عربی و حتی متأسفانه اسلامی پشت کرده بودن به قضیه فلسطین، ایشون موفق شد که این آرمان رو زنده نگه داره و این اتحاد رو دوباره برقرار کنه. بله. به این ترتیب. بله. متشکرم از شما دوست.